به تاریکی اندر شدم، به این خاک، به این اریکه، این صحرا صحنه پرراز زیستن. به تاریکی اندر شدم، در پی این ماه، آن ماه، ماها، هزار ماه، هزار سال، چند روز، چند خاطره، دو چند حدیث در میان. آن ماه در ماهان، در هیئت خیالی ازلی، در پی وصالی ابدی راه می جوید و من همه زمین را تا در ماهان گم می شود. در ماهان گم می شود. به ماهان آمده ای، به ماهان برو، 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 به ماهان بشو، ماه آن شو، آن ماه شو، در ماهان بشو. ماهان تجربه همان است که از دیر باز در توست، همانی است که تجربه یک آنش بر تو هزار سال گذشته است. گوش کن، گوش کن، این هیاهوی جشن آبشورها و فواره ها در دل کبیر خشک نوای دعوت کننده بهشت ایرانی است. اینجا در شازده ماهان جریان بیوقفه آب حکایت تداوم روح بهشت است که دائم پیش می آید، سر بر می کشد، در هوا می پیچد، فرو می ریزد و دوباره بر می خیزد. روزها، ماها، سالهاست که در ماهان این آب بیوقفه تو را به دیگر سو می کشاند و بازت می گرداند. اما آن دیگر تو نیستی، دیگر من، من نیست. Thank you.
بعد از تجربه گلشن شاهزاده ماهان، آدمی را هوای آن به سر است که دیگر هیچ نبیند، هیچ کجا نرود. برای ماها همینجا گوشه ای از این گلشن زیر سایه‌ای بنشیند. نسیم بیوقفه فواره‌ها که با عطر سپیدار و کاج یکی شده است را به بر کشد و مست شود. در کنار مسیر جاده کهن ابریشم، نزدیکی ارتفاعات جوپار، بعد از شهر کرمان به سمت بم در نزدیکی مقبره شاه نعمت الله ولی، گلشن شاهزاده ماهان واقع شده است. از دیرباز در ماهان گلشنهای متعدد وجود داشته. وزیری مؤلف جغرافیای کرمان در این باره میگوید ماهان در شهر مایل به جنوب این بلد به فاصله 7 فرسخی واقع است. در خوشی آب و هوا معروف است. گویا 500 باغ متجاوز در آن باشد. گوهر و هلویش ممتاز است. سایر فواکه نیز نیکو به عمل آید. گلشن شاهزاده ماهان به دستور عبدالحمید میرزا ناصرالدوله فرمانفرما از شاهزادگان قاجار و والی شهر کرمان در منطقه ماهان بنا شد و از این رو به گلشن شاهزاده ماهان معروف است. در مورد اتمام کار بنایی گلشن روایت می کنند که وقتی خبر مرگ ناصرالدوله به گوش بنای امارت گلشن رسید، دست از کار کشید و بقیه بنا ناتمام ماند. گلشن شاهزاده ماهان کرمان یکی از نمونه‌های باغ تخت‌های ایرانی است که از شرایط مساعد طبیعی ممتازترین بهره برداری را نموده است. وجود خاک حاصلخیز، آفتاب لازم، وزش نسیم و بالاخره دسترسی به آب قنات تیگران امکان ایجاد گلشن ایرانی در این وسعت در گستره خشک و بیاب و علف را به صورت معجزه‌گونه‌ای فراهم ساخته است. گلشن شاهزاده ماهان به مساحت 5.5 هکتار دارای شکلی مستطیلی و شیبی حدود 6.5% می باشد که حصاری بلند آن را از جو نامساعد اطراف جدا می سازد. جریان آبهایی که از کوههای اطراف سرچشمه می‌گیرد، منبع آب این گلشن است. جریان فوق از مرتفع‌ترین سطح وارد گلشن گردیده و نظام آبیاری طراحی شده گلشن را به وجود می‌آورد.
نظام آبیاری در گلشن شاهزاده کلن تابع دو اصل می باشد. یکی آبیاری گیاهان گلشن و دوم بهره برداری از موجودیت و کیفیت هایی که آب می تواند در گلشن ایجاد نماید. طراح گلشن شاهزاده علاوه بر حل مورد اول به راه‌حل های خلاقه کم نظیری دست یافته است. آبی که از طریق جوی وارد گلشن می شود به دو قسمت تقسیم می شود. بخش اول که کارکرد تزئینی دارد از طریق لوله‌های زیرزمینی یا همان تنبوشه‌ها وارد محور اصلی و خیابان مرکزی گلشن شده و با توجه به اختلاف ارتفاع حدود 15 متر نسبت به حوض اصلی دارای ارتفاع زیادتری نسبت به فواره‌های دیگر گلشن‌های ایرانی است. بخش دیگر آبی که وارد گلشن می شود در دو جوی حاشیه محور اصلی و یا دو جوی فرعی حاشیه دیوار جریان پیدا می کند. در انتهای مسیر کلیه آبهای جاری در سطح گلشن وارد یک حوض شده و از آنجا از طریق مسیر زیرزمینی به حوض بزرگ دیگری که در خارج گلشن قرار دارد هدایت شده و مجدداً در مسیر معمولی خود به سمت شهر ماهان هدایت می شوند. آبشوره‌ها و صدای جریان آب در فضاسازی گلشن نقشی عمده داشتند و برای تقویت آن سنگچینی در محل آبشوره‌ها می ساختند که صدای جریان آب و تلاطم آن را بیشتر می کرده است. آبی که وارد گلشن می گردد در جهت طولی گلشن طوری توزیع می شود که علاوه بر آبیاری کردها و ردیف درختان کنار مسیرها با استفاده از شیب تند زمین که از شرایط اولیه باغ تختها می باشد بر روی محور اصلی میانی گلچن به صورت نهری وسیع با ایجاد آبشوره ها و فواره ها به عنصر اصلی کیفیت بخش گلچن بدل می گردد. در دو انتهای محور اصلی یعنی در اولین تخت که کوشک گلشن بر روی آن قرار دارد و همچنین در ورودی گلشن در برابر سردرخانه دو استخر قرار دارد که سطح وسیع آب، صدا و جهش آب فواره‌های آنها به گلشن شاهزاده حال و هوای ویژه‌ای می‌بخشد. بناهای گلشن شاهزاده عبارتند از کوشک اصلی یعنی سکونتگاه دائمی و یا فصلی مالک که در بالای گلشن قرار دارد. سردرخانه که در مدخل بنا در دو طبقه بنا گردیده است.
سایر بناهای گلشن از دیوارهای پیرامونی استفاده نموده و به صورت دیواری مبارک فضاهای مختلف خدماتی را در نقاط مناسب در خود جای داده است. طرح‌اندازی گلشن شاهزاده از چشم‌اندازهای گلشن که از ویژگی‌های اصلی باغ تخت‌ها می‌باشد به بهترین وجه استفاده نموده است. دیدروهای ممتد در جهت طولی گلشن از کوشک اصلی به سایر قسمت‌های گلشن و بالعکس از سردرخانه و همچنین قابل رؤیت بودن مناظر بیرونی گلشن از برخی نقاط به دلیل باغ تخت بودن آن طیف و کیفیت تجربه بصری را غنی می کند. نظم هندسی گلشن شاهزاده ماهان همچون سایر گلشن‌های ایرانی از اشکال ساده هندسی پیروی می کند که در این وهله مستطیل بزرگی است که 4 برج استوانه‌ای در گوشه‌های آن قرار دارد. انتظام عناصر شکل دهنده گلشن، اهم از جایگاه بناها، تختها، محورها، تقسیم بندی کردها و مسیرهای آب و حوضچه‌ها و بالاخره پوشش گیاهی بر مبنای این نظام هندسی خطوط برهم و ارتباط اجزا به کل است. در تقسیم بندی هندسی گلشن شاهزاده 2 گونه محور قابل رؤیت است. محورهای طولی که اصل آن در وسط و 2 محور جانبی در مجاورت دیوارها. اما محورهای عرضی هم وجود دارند که در بین کردها ایجاد شده و محورهای طولی را به هم متصل می کنند که این خود باعث به وجود آمدن افقهای متعدد در گلشن می شود. محدوده گلشن با دیواری بلند و مرکب محصور شده. این دیوار با بناهایی که در داخل آن و یا با تصرف بخشی از وسعت بیرونی گلشن ایجاد شده است به موازات و عمود بر محور تقریبا جنوب غربی شمال شرقی گلشن را از محیط خارج جدا می سازد. در حصار گلشن زمانی دیوار ساده، زمانی برج‌های مراقبت، زمانی ورودی اصلی و یا ورودی های فرعی و همچنین بناهایی با اهمیت های مختلف قرار گرفتند. ضلع بالایی گلشن را دیواری منحنی می سازد. این هندسه در معماری ایران کمتر دیده شده و ظاهراً متأثر از معماری باروک می باشد. برج‌های دیدبانی استوانه‌ای در 4 گوشه مستطیل اصلی قرار گرفتند. بدین ترتیب که در پایین در 2 گوشه کاملا نمایانند، در حالی که در بالا به خاطر قرارگیری آن بین این مستطیل و فضای پشت کوشک 2 استوانه دیدبانی کمتر نمایانند.
بلندترین حجمی که به دیوار متصل است همین بنای ورودی دو طبقه است و سپس باروهایی که کمی از دیوار بلندترند. خانه زعیم باشی در سمت چپ بالا بین گوشه جنوبی مستطیل اصلی و نقطه آغاز انحنای گلشن واقع شده است. این مجموعه بالای حمام قرار گرفته و ضرورتاً با استوانه برج مراقبت در آن گوشه از حمام جدا شده است. این مجموعه به خاطر عمق بیشتر آن نسبت به اتاقای دیگر پیرامونی بیشترین برونزدگی از دیوار پیرامونی گلشن به ویژه در قسمت پشت حیات مرکزی را ایجاد کرده است. حیات مرکزی این مجموعه مستطیلی با ابعاد 14 در 8 متر با گوشه‌های بریده است که ضلع کوچک آن رو به گلشن است. بنای بالاخانه به ابعاد 9 در 52 متر تنها بنای منفرد و مجزا از دیوار پیرامونی گلچن می باشد که کمی نسبت به ضلع بالایی مستطیل اصلی جلو نشسته و به طور متقارن بر محور اصلی و تقریبا در بالاترین نقطه آن قرار گرفته و نقطه پایانی محور محسوب می شود. این بنا متشکل از یک حجم 2.5 طبقه در وسط و 2 بال 1.5 طبقه است. حجم مرکزی ضمناً به طرف فضای اصلی گلشن نسبت به حجم‌های کوتاه‌تر جلو نشسته است و این امر با ایجاد یک تراس بزرگ تأکید بیشتری یافته است. انتخاب و آرایش گیاهان در گلشن شاهزاده ماهان نقش تعیین کننده‌ای در هویت گلشن دارد. درختانی همچون کاج و سرو، زبان گنجشک، چنار و سپیدار. در گلشن شاهزاده گیاهان زینتی بسیار نیز موجود است. گونه‌هایی از قبیل سروهای زینتی و شیرخشت که در زمستان‌ها گل‌های ریز می‌دهند.
گلشن شاهزاده ماهان در اوج والایی و شادابی کیفیت‌های طبیعی و مصنوع خود به خاطر دگرگونی شرایط سیاسی و اجتماعی دوران برای مدتی طولانی خالی از سکنه و متروک ماند و دچار آسیب‌هایی فراوان گردید که امروزه یک بار دیگر در مسیر شکوفایی است.